چطور شد که افکار مهران غفوریان توسط حکومت به گروگان گرفته شد؟ نقش باجناق مداح و حکومتیش در زندگی اون چیه؟ در ادامه این ویدیو به این ماجرای جنجالی میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. بعد از انفجارهای تروریستی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان، علی کریمی واکنش‌های تندی نشون داد که به مزاق طرفداران حکومت خوش نیومده. اما یکی از کسانی که به طرفداری از حکومت رگ گردن کلفت کرده مهران غفوریان بود که هرچه در توان داشته به کار گرفته تا در یه جنجال مجازی صحبت‌های کریمی رو به نفع حکومت تموم کنه. کریمی در استوری‌هایی نوشته بود در بین کشته شده‌ها کسی از سران کشوری و لشکری هم دیده میشه؟ اون در استوری دیگه‌ای در واکنش به خبر زینب سلیمانی انفجارها در نزدیکی محل دفن پدرش در کرمان رو محکوم کرد نوشت عجیباً غریبا هیچ یک از توله‌های خودش سر قبر باباش نرفتن. من از حضور مردم در عجبم. اون در استوری بعدی نوشت بیچاره وطن، وقتی جون مردم پشیزی برای سران رژیم ارزش نداره. برای غذای نظری و شربت بری ولی انتقام سخت نصیبت بشه. این استوری های کریمی چنان آتشی به جان طرفداران حکومت انداخت که رضا نقی‌پور طی استوری علناً کریمی رو به مرگ تهدید کرد. اون نوشت تو آنجور که ما دوست داریم یه روزی برمیگردی، نه اونجوری که خودت دوست داری. اما مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون ایران به ماجرای حمله تروریستی و نگرش علی کریمی به این موضوع واکنش شدیدی نشون داده و با طعنه اون رو شریک تروریست ها خطاب کرده. اون نوشت هر کسی که از کشته شدن مردم بیدفاع، بیگناه و مظلوم خوشحال بشه با اون کسی که مرتکب این جنایت شده هیچ تفاوتی نداره. قتل عام این مردم خوشحالی نداره. من نمیفهمم که یک ایرانی چگونه میتونه از کشته شدن هموطنانش خوشحال بشه. من با گرایش سیاسی و عقاید علی کریمی کاری ندارم. اما این یه مسئله انسانیه. کسی رو که از کشتار انسانهای بیگناه ابراز شادی میکنه باید در تیمارستان و به دور از دیگر بیماران روانی بستری کرد. واقعا این رو نمیشه درک کرد. از بخش امنیتی کشور درخواست دارم که سریعتر اقدام کنن و جنایتکاران رو به سزای عمل کثیف و غیر انسانیشون برسونن. و البته مطمئن هستم که اینطور نمیمونه. هدیه روز مادر در جیب بچه‌ای بود که کنار مادرش در خون غلتیده بود و قرار بود شب به مادرش هدیه رو بده و بگه مادر روزت مبارک، مرگ بر تروریست، مرگ بر داعش، مرگ بر هر کسی که از کشتار مردم بیگناه در هر جای دنیا خوشنود میشه. علی کریمی در پاسخ به این صحبت‌ها نوشت مهران جون داداش، یا ساقی تو عوض کن یا اول مصرف کن بعد حرفتو بزن. من نیازم هر روز ورزش کردنه اما تو بالا انداختنه. این صحبت‌ها پای شهره قمر هم به میان و به حمایت از علی کریمی باز کرد و نوشت بعضی از آدم‌ها اینقدر بزرگ هستند که هیچ تخریبی نمیتونه چیزی از قابلیت‌هاشون کم کنه. برای شهرت این راهش نیست. دنبال راه‌های دیگه باشید. یه روز اومده بودم اکباتان. خونه خالت روبروی خونه یکی از دوستان بود. اون موقع مصرف نمی‌کردی یا کم بود مصرفت؟ حدود 10 سال پیش دست و پاهات لرزید منو دیدی یادته؟ الان استخونخوری هارت کرده مفنگی؟ صحبتهایی که شهره قمر بیان میکنه در تضاد کامل با حرفهای جانمازاب کشیده مهران غفوریانه. غفوریان تمام تلاشش رو میکنه تا یه فرد میهن پرست، خدا ترس و عاشق اهل بیت نشون بده و این ماجرا درست از زمانی شروع شد که با باجناقش سید علی مؤمنی مداح حکومتی آشنا شده. اما سوای ماجرای بحث با علی کریمی و شهره قمر
مهران غفوریان یک بار دیگه هم قبلاً خودش رو فردی متدین و میهن پرست نمایش داده بود. در ایام محرم سال 1402، مهران غفوریان به همراه باجناقش علی مومنی در یه برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود و دائم از اعتقادش به امام حسین صحبت میکرد. اون ابتدا به علاقه‌مند بودن برای انجام کاری در ایام روزه های محرم صحبت میکرد و سپس به ماجرای عمل قلب پدرش اشاره کرد و گفته بود نیت کرده بودم اگه حال پدرم خوب بشه کفش های مردم توی روزه امام حسین رو جفت کنم. در ادامه مومنی از مراسم های مداحی و سینه‌زنی صحبت میکنه که مهران غفوریان هم حضور داره و علی مومنی همیشه نگران حال مهران غفوریانه. اما بعد از انتشار این برنامه هومن شاهی با نام هنری هومن گامنو خواننده موسیقی پاپ و هیپ هاپ و بازیگر تئاتر و تلویزیون در رابطه با حضور مهران غفوریان در ویژه برنامه محرم تلویزیون نوشت آره منم رفیقت که آبجوی 7% میدادی دستم به اینا هم فوش میدادی نسل شما دروها برداشته میشه بهت خیانت کردم لطف دادم آره ناراحتم بابتش ولی تو به یه ملت خیانت کردی. بعد از این کامنت هومن گامنو مهران غفوریان هم پاسخ داد هومن جون سلام درست یادم نیست چی میدادم دستت ولی هنوز میدم و به هر کی که دلم بخواد هم فوش میدم. داداش امام حسین حرف حکومتی نیست حرف هیچ حکومتی امام حسین حرف دله حرف خودمه اگه خواستی به امام حسین انگی بزنی و وصلش کنی به جایی همون به خود من بگو فوشم دادی برادر خدا رو شکر که فارسی میتونی بخونی و باهات میشه چند کلمه حرف زد آخه فارسی یاد گرفتنی نیست زبون مادریمونه از کسی یاد نمیگیریم که یادمون بره امام حسین هم زبان مادریمه و تو خونمه ببخشید ما خون ندادیم بهت که ناراحت شدی غفوریان در ادامه در استوری نوشت چشم هومن جون امام حسین مال هیچ حکومتی نیست اگه تو نخوای حکومتی جلوش بدی امام حسین عشق منه داداش این خیلی شخصیه تو اگه دوست داری مثلا عاشق شمر باش یا مثلا بتمن یا هر کی که دلت میخواد قاطی میخوای بکنی بکن ولی نذار بی تربیت بمونی ببخشید لطف دادم رفیق بابت تربیتت اما بعد از این ماجراها کاربری در توییتر دست به افشاگری جنجالی میزنه تا برای همه راز طرفدار حکومت شدن غفوریان و تفکرات مذهبی شدید اون مشخص بشه. این کاربر خبری که چند سال پیش رسانه از بازیگر و کارگردان معروف ایرانی که بعد از مصرف کرک به همراه یه اسلحه کلت دستگیر شده بود رو منتشر کرد. در توضیح این خبر اومده یه هنرپیشه و کارگردان معروف تلویزیونی در بیمارستان روانی بستری شد. مهران غفوریان که عمده شهرتش به دلیل کارگردانی و بازیگری در سریال‌های طنز تلویزیونیه به دلیل مصرف بالای مواد مخدر به مرز جنون رسیده. به گونه‌ای که به تشخیص پزشکان در یک مرکز نگهداری بیماران روانی بستری شده. چندی پیش هم مهران غفوریان با یک قبضه اسلحه در حالی که کرک مصرف کرده بود در شهرک غرب تهران دستگیر شد. اون در حالی که حال عادی نداشت در شهر در حال تردد بود که توسط عوامل گشت انتظامی بازداشت شد. غفوریان در حالی که در محدوده شهرک غرب به همراه یک قبضه اسلحه کلت کمری در حالت غیر طبیعی بود باعث وحشت مردم شد که در پی مراجعه اهالی به ماموران گشت و اعلام اینکه یک فرد مسلح در کنار خیابون ایستاده توسط عوامل گشت انتظامی شناسایی و دستگیر شد. ماموران بعد از خلع سلاح این بازیگر معروف در بازرسی از اون مقداری مواد مخدر کشف کردند و اون رو برای بررسی به یکی از پاسگاه‌های پلیس امنیت منتقل کردند. در قوانین جمهوری اسلامی جرم حمل سلاح و داشتن مواد مخدر کرک و شیشه محاربه در نظر گرفته میشه و حکم اون اعدام خواهد بود. ولی حکومت از مهران غفوریان استفاده مطلوب تری به نفع خودش کرده. اون حالا جرم‌های سنگینی مثل مصرف مشروب به گفته هومن گامنو
مصرف مواد مخدر کرک و حمل سلاح کمری به گفته خبرگزاری ها در پروندش داره و حکومت به او این التیماتوم رو داده که در قبال برده حکومت شدنش پرونده پربار غفوریان معلق میشه. عمیق‌تر که میشیم اون چنان آلوده حکومت شده که مجبور در مدح حکومت، تفکرات حکومت و مذهب سخن بگه، وگرنه اون همون غفوریانیه که به قول هومنگامنو سران مملکت رو فوش میداده، مشروب میخورده، بی اعتقاد بوده و غرق در مواد مخدر. حتی در جای دیگه و چند سال پیش نشریه یا لسارات با چاپ کردن برخی بازیگران کنار همسرانشون اونها رو دیوس خطاب کرده بود، اون هم به خاطر حجاب کم همسرانشون. در این بین عکس مهران غفوریان و همسرش آرزو بزرگ در کنار این کلمه چاپ شده بود. مطلب یا لسارات با نقل قولهایی از پیامبر اسلام، امام ششم شیعیان و آیت الله جوادی آملی استدلال میکنه که بی تفاوتی و بی غیرتی مردان نسبت به زنانشون مصداق دیاسته. در عکس هایی که در اطراف این مطلب منتشر شده، چند زوج سینمایی از جمله مهران غفوریان و همسرش روی فرش قرمز تالار وحدت دیده میشن. زنان در این تصاویر به اصطلاح بدحجاب هستند و از پوشش اسلامی مورد قبول بخش محافظه‌کار حکومت ایران پیروی نکردند. حالا در کنار این ماجراها با جناق مداح و حکومتیش هم ناظر بر رفتار اعمال اونه تا مبادا دست از پا خطا کنه. میشه تصور کرد غفوریان به نوعی از جانب حکومت گروگان گرفته شده تا افکار و عقاید انقلابی و مذهبی جمهوری اسلامی رو در یه تریبون جامعه پسند مثل اینستاگرام به خورد جامعه بده تا شاید افکار بیشتری به نفع حکومت شستشو بشن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.